Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. نخست وزیری یک چهره جنجالی در بریتانیا، بوریس جانسون رقابت برای رهبری حزب محافظه‌کار را به نفع خود تمام کرد. شرکت در کارگاه خانم بازیگر، سوسن تسلیمی میگوید زنان تا اینجا راه زیادی را آمدند. و 50 سالگی سفر انسان به ماه. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. همانطور که انتظار می‌رفت، اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا بوریس جانسون را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب کردند. آقای جانسون که قبلاً شهردار لندن و وزیر خارجه بریتانیا بوده، وعده داده تحت هر شرایطی بریتانیا را آخر اکتبر حدود 3 ماه دیگر از اتحادیه اروپا خارج کند و فرایند برگزیت را به سرانجام برساند. او شخصیتی منحصر به فرد با رفتار و ادبیات خاص خودش را دارد و گاف‌ها و رسوایی‌هایش هیچ وقت مانع پیشرفتش نشدند. بهرنگ تاجدین داستان مردی را می‌گوید که خیلی‌ها او را به نام کوچکش یعنی بوریس می‌شناسند. کمتر سیاستمداری می‌تواند در گل فرو برود. به یک کودک تنه بزند. با سوسیس شست بگیرد و نه تنها دوربین ها همه جا مثل یک خواننده یا بازیگر دنبالش کنند که محبوبیتش بالا برود و نخست وزیر هم بشود. بوریس جانسون هر چه باشد یک سیاستمدار معمولی نیست. الکساندر بوریس دففل جانسون را خانواده و نزدیکانش ال صدا می کنند، ولی بین مردم به بوریس معروف است. او 55 ساله و متولد نیویورک است، لیسانس ادبیات باستانی از دانشگاه آکسفورد دارد و در کارنامه‌اش سابقه روزنامه نگاری، نمایندگی مجلس، شهرداری لندن و وزارت خارجه دیده می شود. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی، وقتی که سنگ بنای اتحادیه اروپا به شکل امروزیش داشت شکل می گرفت، بوریس جانسون خبرنگار بروکسل دیلی تلگراف بود و گزارش‌های سرگرم کننده و البته سوال برانگیز درباره برنامه‌ها و مقررات این نهاد می‌نوشت. گزارش‌هایی که به بدبینی‌های محافظه‌کاران در بریتانیا درباره این نهاد دامن می‌زد. 2 دهه بعد وقتی هم مدرسه‌ای و دوست قدیمیش دیوید کامرون عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همه پرسی گذاشت، او 2 مقاله در حمایت از ماندن و خروج نوشت، ولی در نهایت من تصمیمم رو گرفتم. اصلا نمیخواستم جلوی دیوید کامرون یا دولت بایستم، ولی کار دیگه ای نمیتونم بکنم. از رأی به خروج حمایت میکنم. او به سرعت در کنار مایکل گوو وزیر وقت دادگستری رهبری ستاد هواداران خروج را به عهده گرفت. پیام امید و پس گرفتن کنترل امور باعث پیروزی غیر منتظره خروج در همه پرسی شد. معتقدم این پنجشنبه می تواند روز استقلالمان باشد. البته در کنفرانس خبری صبح روز بعد از پیروزی اثری از شادی در چهره آقای جانسون دیده نمی شد. با استعفای دیوید کامرون بسیاری رسیدن بوریس جانسون به آرزوی دیرینه‌اش برای نخست وزیری را قطعی می‌دانستند، ولی وقتی مایکل گوو هم داوطلب نخست وزیری شد، به این نتیجه رسیدم که من نمی‌توانم نخست وزیر بعدی باشم. با وجود این آقای گوو رقابت را به ترزا می واگذار کرد، ولی 3 سال بعد با ناکامی ترزا می در خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا، بخت دوباره به بوریس جانسون رو کرد تا با پیامی ساده حمایت اعضای حزب محافظه‌کار را جلب کند، کسانی که بی‌صبرانه منتظر برگزیتند. بعد از 3 سال و 2 بار تعویق، ما باید 31 اکتبر اتحادیه اروپا را ترک کنیم. آقای جانسون در 3 دهه گذشته در مقام سیاستمدار و مخصوصاً روزنامه‌نگار درباره همه چیز و همه کس نظر داده و خیلی وقتا با ادبیات نچندان محترمانش جنجال به پا کرده. البته بعضیا شک دارن که این نظرها حرف دلشه یا چیزی که فکر می‌کنه مخاطب دوست داره بشنوه. اینکه این حرف‌ها رو ال می‌زنه یا بوریس. و
وقتی سال 2016 ترزا می او را وزیر خارجه کرد، حرفهایی که قبلا زده بود برایش درد سرساز شد. آن هم در اولین کنفرانس خبری مشترکش با همتای آمریکاییش. شما باراک اوباما رو به تنفر اجدادی از امپراتوری بریتانیا به خاطر تبار کنیاییش متهم کردید. هیلاری کلینتون رو به یک پرستار سادیست تیمارستان تشبیه کردید. الان گنجینه عظیمی از حرفای من هست که با یه جور کیمیای ناشناخته معنیشون رو عوض کردن. اگه بخوام دور دنیا بگردم و از همه کسانی که بهشون توهین شده معذرت خواهی کنم، خیلی طول میکشه. ولی این آخر داستان نبود. شما کارنامه بلندی از اغراق‌های فوق‌العاده و با زمین، راستش رو بگم، دروغ‌های شاخدار دارید. چهره جان کری به تنهایی همه داستان را میگوید. شاید بزرگترین گاف او حرفایی بود که به کمیته روابط خارجی مجلس درباره یک ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران زد. وقتی قضیه نازنین زاغری رتکلیف رو نگاه میکنید، میبینید تا جایی که من میدونم روزنامه نگاری درس میداده. دولت بریتانیا و خانواده خانم زاغری میگویند او برای دیدن خانواده اش به ایران رفته بوده، نه آموزش روزنامه نگاری. بسیاری خواهان برکناری آقای جانسون شدند و چند روز بعد حرفهای او در دادگاه به عنوان مدرک علیه خانم زاغری استفاده شد. بوریس جانسون عذرخواهی کرد. من قبول دارم که کلماتی که استفاده کردم میتوانسته سوء تفاهم ایجاد کند و اگر حرفهایم باعث رنج بیشتر خانم زاغری و خانواده اش شده، از آنها عذر میخواهم. چندی بعد آقای جانسون به ایران رفت و با مقام‌هایی از جمله رئیس جمهوری ایران دیدار کرد، ولی نتوانست خانم زاغری را آزاد کند. بوریس جانسون همچنین با سفر به واشنگتن تلاش کرد با تحسین دونالد ترامپ او را راضی کند که از برجام خارج نشود. اگه بتونه مشکل کره شمالی و توافق هسته‌ای ایران را حل کنه، دلیلی نمی‌بینم که کمتر از باراک اوباما استحقاق جایزه نوبل داشته باشه. ولی این حرف ها هم نتوانست نظر رئیس جمهوری آمریکا را تغییر بدهد و یک روز بعد او از برجام خارج شد. بوریس جانسون تابستان 2018 در اعتراض به طرح ترزا می درباره روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از برگزیت، بعد از 2 سال از مقام وزیر خارجه استعفا داد. البته آقای جانسون ترجیح می‌دهد همه بیش از هر چیز به کارنامه‌اش به عنوان شهردار لندن نگاه کنند. شهری که در زمان او میزبان المپیک 2012 هم بود. یادگارهای دوران شهرداری آقای جانسون رو هنوز میشه در گوشه و کنار لندن دید. از جمله این دوچرخه‌های اجاره‌ای که به دوچرخه‌های بوریس معروف شدند. ولی بعضی از پروژه‌های دیگر او، از جمله طرح ساخت یک پل جدید روی رودخانه تیمز که بیش از 50 میلیون پوند هزینه‌اش کرده بود، به نتیجه نرسیدند. به هر حال او در شرایطی نخست وزیر می‌شود که به خاطر بن‌بست برگزیت بریتانیا پا در هواست. او تنها 100 روز وقت دارد که به این تعلیق پایان دهد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. سوسن تسلیمی، بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر، امسال 50مین سال در صحنه بودن خود را جشن می‌گیرد. خانم تسلیمی در سوئد اقامت دارد. او از اولین زنان صاحب سبک بازیگری در ایران محسوب می‌شود. هفته گذشته او یک کارگاه بازیگری برای ایرانیان در لندن برگزار کرد که کارآموزانش از بریتانیا و کشورهای دیگر برای شرکت در این دوره 4 روزه به این شهر آمده بودند. آناهیتا شم سری زده به این کارگاه بازیگری. چشمان و نگاهی که از خاطره سینمای ایران محو نخواهد شد. شروع کنیم. سوسن تسلیمی را از برترین بازیگران زن تاریخ سینمای ایران می‌نامند. هفته گذشته کارگاه 4 روزه بازیگری تئاتری در لندن به سرپرستی او برگزار شد. در 21 آبان امسال 50 ساله که من بازیگری حرفه‌ای رو شروع کردم. سال 21 آبان 48 بود و امسال میشه 50 سال. 98. و خب خیلی خوب بود این کارگاه رو شروع کردم، به اصطلاح به افتخاره، به اصطلاح این همه این سالهایی که برای من زندگی در تئاتر.
این کلاس ها با پشتیبانی مرکز فرهنگی آسو و بنیاد تسلیمی به طور رایگان برای کسانی که می توانستند خود را به لندن برسانند برگزار شد. من آرزو آریاپور هستم، در کابل به دنیا آمدیم، شیراز کلان شدیم و حال در فنلند زندگی میکنم و مسیر من در فنلند سینما میخوانم، اما مسیر من به قسمی تبدیل شد به طرف بازیگری و یک امتیاز فوق‌العاده بود، یک شانس فوق‌العاده بود که من شروع کنم بازیگری را با کلاس های خانم سوزن تسلیمی عزیز که یک اتفاق فوق‌العاده بود بر من و بسیار آموختیم. بسیار من حس میکنم که خانم تسلیمی نامده بود بر ما چیزی بیاموزانه، بلکه آمده بودن که بر ما تجربه 50 سالی خود با ما منتقل کنن و این بسیار زیبا بود، بسیار خوب بود. انسان ها ما آفریده شدیم برای اینکه بخونیم، بنابراین رقص و موزیک و بدن جزوی از ذات و طبیعت انسان و انکار شدنی نیست. سالهای سال مردها نقش زنها رو بازی میکنن، چه در اروپا چه در آسیا، مثلا بگیم تئاتر چین و ژاپن، همه زنفوش بودن. حتی توی تئاترای ما که تئاتر تعزیه ما زن پوش داشتیم، زن بازی نمی کرده. برای من خیلی مهمه زنها توی تئاتر جایگاه واقعی خودشون رو به دست بیارن. هنوز خیلی مونده، حتی در اروپا به اونجا برسن. تلاش هایی میکنن بازیگران زن که جای خودشونو در تئاتر بگیرن. خب ببینم بچه‌ها. سوسن تسلیمی میگوید تئاتر و هنر به رشد انسانی کمک و حس همدردی بین انسان‌ها ایجاد می‌کند. من از هالیفکس کانادا سفر کردم به لندن برای شرکت در کارگاه بازیگری خانم تسلیمی. چون خانم تسلیمی شنیدم داشتن در مورد این صحبت می‌کردن که زنان تا چند صد سال پیش نمیتونستن اصلا توی تئاتر بازی کنن، به نظرم این خیلی مربوطه که دو نفر از کسایی که توی این کارگاه شرکت کردن، یه نفر از منچستر یه نفر از کانادا، بچه هاشون رو گذاشتن پیش پدرها و اومدن که مخصوص این کارگاه سفر کردن که شرکت کنن. بالاخره نشون میده که چه رشدی جامعه داشته، که پدرها چه رشدی داشتن که تونستن این مسئولیت رو قبول کنن واقعا. و قدرتی که خانم تسلیمی تو این 50 سال نشون دادن الهام بخش برای هممون که این مسیر رو واقعا ادامه بدیم. سوسن تسلیمی برای بسیاری نمادی از قدرت و ایستادگی زنان در جامعه است. کسی که به اعتراض به سانسور زن در سینما و تئاتر از ایران خارج شد. آنایتا شمس، بی بی سی. 50 سال از روزی که انسان به کره ماه رفت گذشته است و هرچه بیشتر از آن میشنویم بر شگفتیمان افزوده میشود. ماموریتی که در آغاز دست نیافتنی بود اما با همکاری هزاران نفر ممکن شد. نعیمه نامجو نگاهی کرده به یک ماموریت آمریکایی که دستاوردی برای بشر شد. نیل آرمسترونگ، مایکل کالینز، ادوین باز آلدرین. روز 16 ژوئیه 1969 مشهورترین مأموریت تاریخ ناسا زیر نگاه میلیون ها نفر آغاز شد. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. مأموریتی که طرح بلند پروازانش حدود 3 سال بعد از تأسیس سازمان هوا و فضای آمریکا ناسا مطرح شده بود. We shall send to the moon. در سایه جنگ سرد، رئیس جمهوری وقت آمریکا جان اف کندی از برنامه سفر انسان به ماه گفت. مسئله رقابت بود بین ابرقدرت‌ها، بین دو ابرقدرت در اون موقع. اندازه تکنولوژی رقابت بین این دو بود. این بود که روس‌ها سپوتنیک رو به فضا فرستاده بودن، آمریکایی‌ها هنوز این کار نکرده بودن، به نظر می‌رسید که دارن می‌بازن این رو. یه سری مسائل مختلف بود، ولی از نظر مردم کوچه و خیابون این واقعا به عنوان یک دستاوردی بود، حتی نه از نظر علمی، اینکه واقعا بشریت چه کار رو میتونه انجام بده. یه حالت کنجکاوی. تماشای پرتاب ساترن 5 تجربه ای بی نهایت شگفت انگیز برای آنها که در ایستگاه فضایی بودند. نوری روشن‌تر از خورشید، قرشی مهیب و موجی که نفس را در سینه هایشان حبس کرد. اما مهمتر از احساس آنها که به تماشا نشستند، تجربه فضانوردی است که در مأموریت شرکت داشت. موقع پرتاب احساس راندن یه ماشین پهن در راهی باریک رو داری، اما وقتی اون مرحله اول انجام میشه و سرعت میگیری، بیشتر متوجه قدرت موتور عظیمی میشی که اون پایینه و به افزایش سرعت توجه میکنی.
بعد هم به زودی میفهمی که ساترن به چند بخش تقسیم میشه. برای بقیه دنیا تصویری باور نکردنی بود بر صفحه تلویزیون ها. مأموریتی به سمت ماه و تاریخ با مهندسان و دانشمندان و فضانوردان جوانی که خطر کردن برایشان بخشی از زندگی بود. میانگین سنی آنها که در اتاق کنترل مأموریت آپولو 11 بودند فقط 27 سال بود. حدود 400 هزار نفر برای به سرانجام رسیدن این مأموریت همکاری کردند. گرچه تنها نیل آرمسترانگ، باز آلدرین و مایکل کالینز به مدار ماه رفتند و تنها دو نفرشان بر ماه قدم گذاشتند. مأموریتی پرخطر که به خصوص 13 دقیقه آخر آن حتی نیل آرمسترانگ همیشه خونسرد را هم هیجان زده کرده بود. مهمترین چالش زمانی به وجود اومدش که در لحظات آخر، زمانی که اینها قرار بود در نقطه مقصد در واقع فرود بیان، متوجه میشن که سطحی که در واقع قرار این ساختار عنکبوتی شکل مهنشین فرود بیاد فوق‌العاده داره یه سنگ، خیلی سنگلاخیه، خیلی سطح آروب و رامی نیستش. به همین دلیل در لحظات آخر آرمسترام کنترل رو به دست میگیره، از حالت اتاقی به حالت منوال در میاد و سعی میکنه که با ناوبری این مهنشین محلی امتر پیدا کنه. همونطور که دیگه همه میدونین آرمسترام نفر اول هست که پیاده میشه. بعد از او باز آلدرین پیاده میشه. اینها یک تعداد وسیله آزمایش علمی رو سوار میکنن، از جمله یک صفحه آینه که برای فاصله سنجی ماه به کار میره، یک لرزنگار رو میذارن، اون پرچم معروف رو نصب میکنن و در واقع تمام این بازه زمانی داکیومنت شده هست، مستند شده هست که چیکار میکنه، غیر از یه بازه چند دقیقه‌ای کوتاه که شاید یه نوعی در واقع زمان شخصی بوده که آرمسترانگ استفاده میکنه. اما 50 سال بعد باز آلدرین، دومین مردی که به ماه قدم گذاشت، از تأخیر در بازگشت به قمر زمین شکایت دارد. البته شاید تا عملی شدن خواسته این فضانورد کهنه‌کار زمان زیادی نمانده باشد. ناسا در قالب برنامه آرتمیس قصد دارد تا سال 2024 دوباره فضانوردان را به ماه بفرستد. برنامه‌ای که قرار است نه تنها سفری دوباره به ماه، که امکان ساخت ایستگاهی در مدار آن را هم فراهم کند. بعضی ها معتقدن که خیلی کار خوبیه بعد انجام بشه، بعضی ها معتقدن که ما چیز زیادی نمیتونیم به دست بیاریم با این سفر. من شخصا جزء کسانی هستم که فکر میکنم که زیاد مفید نیست. رفتن به کره ماه به خصوص الان دیگه، ما یه بار بودیم اونجا، رفتیم، الان فرض کنیم فردا ما دوباره فرود بیام اونجا، چیکار میخوایم بکنیم؟ که فرق میکنه. گرچه به نظر میرسد آرتمیس هر چقدر هم که موفق باشد، بعید است آپولو 11 را تکرار کند. مأموریتی که قرار بود آمریکایی باشد، اما به دستاوردی برای بشریت تبدیل شد. جزیره الیس کمتر از 1 کیلومتر با آسمان خراش‌های پرجمعیت ترین شهر آمریکا فاصله دارد و برای نزدیک 60 سال محل ورود میلیون‌ها مهاجر و پناهجو به نیویورک بود. دقیقاً 100 سال پیش یک مرد از سده در نزدیکی اصفهان یکی از کسانی بود که از طریق جزیره الیس وارد خاک آن کشور شد. یکی از نوادگان آن مرد اصفهانی خبرنگار بی بی سی فارسی است. بهمن کلباسی این گزارش را در 100مین سالگرد ورود جدش به آمریکا فرستاده. جزیره امیدها و اشکها در چند صد متری نیویورک معروف به الیس، جایی که در طول بیش از نیم قرن از سال 1892 تا 1954 میلادی محل ورود نزدیک به 12 میلیون مهاجر، مسافر و پناهجو بود که هفته ها گاه ماه ها شرایط سخت سفر در کشتی هایی با حداقل امکانات را تحمل می کردند تا به سرزمینی برسند که وعده زندگی بهتر و آزادتر می داد. بیشترشان اروپایی بودند، ولی در میانشان از آسیا و آفریقا هم کم نبود. پس از پیاده شدن، سرنوشتشان در ساختمان اصلی الیس به دست پزشکانی که موظف به جلوگیری از ورود بیماران بودند و یک مأمور مرزی
که صداقت و قابلیت کار هر متقاضی را ارزیابی می‌کرد رقم می‌خورد. کمتر از 10% که به هر دلیل رد می‌شدند مجبور بودند با کشتی که آمده بودند به کشورشان بازگردند. حالا همان سالونی که ویزا و مصاحبه و آزمایش پزشکی همه در عرض چند دقیقه در آن انجام می‌شد، بخشی از موزه دیدنی است که تاریخ ورود مهاجرانی که آمریکا را ساختند را باز می‌گوید و راهنمای آن هر روز آن دقایق نفسگیر را برای بازدید کنندگان به تصویر می‌کشد. مأمور پشت میزی شبیه این می‌شست و بعد از نوشتن نام هر مهاجر می‌پرسید پول لازم دارن یا نه. در 1892 باید $5 تو جیبشون می‌بود. پس از 1920 باید $25 می‌داشتن و در سال‌های آخر $50 لازم بود. مشخصات هر مهاجر رو در یه ستون از این برگه‌ها می‌نوشتن و چون مهاجرها از کشورهای مختلف می‌اومدن و انگلیسی نمی‌دونستن، تعدادی مترجم اینجا کار می‌کردن. ثبت شده که یکی از اون جوان‌ها سوریه‌ای بوده که 10 تا 15 زبان از جمله فارسی می‌دونسته. در این موزه همچنین در طول چند دهه گذشته برگه‌هایی که مشخصات میلیون‌ها مهاجر بر روی آن نوشته شده بود را در یک کتابخانه مجازی قرار دادند تا عموم مردم به ویژه نوادگانشان بتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. از تاریخ ورود تا قد، وضعیت سلامت، شهر و کشوری که از آن آمدند و قصدشان از سفر و حتی آدرس اقامتشان در آمریکا. یکی از آنها محمد صدهی نام دارد. او روز 29 تیرماه 1298 خورشیدی مصادف با 20 جولای 1919 میلادی برای تجارت به اینجا آمد. دقیقاً 100 سال پیش. محمد صدهی جد من است. پدر مادر بزرگم. خانواده صدهی اهل صده بودند و ساکن اصفهان. شهرش هم اصفهان که البته با پی نوشتن، اصفهان نوشتن. وقتی برای بار اول نام او را در کتابخانه مجازی جستجو کردم، همه اطلاعات ورودش پدیدار شد. نگاه کن، تو اسنادمون پیدا کردم. این هتلی است که پدر مادر بزرگت 100 سال پیش پس از ورود به نیویورک درش اقامت کرده. در اون سالها بزرگترین هتل جهان بوده. افراد مثل تو با اطلاعات کمی درباره مادر بزرگ پدر بزرگشون میان اینجا و یک دفعه کلی سرنخ‌های جدید، حتی آدرس اولین خونه فامیلشون در آمریکا رو پیدا می‌کنن. مثلا جد تو 165 سانت قد داشته، بلیت بهترین کابین در کشتی رو خریده بوده که دست کم $250 بوده و انگلیسی حرف می‌زده. فقط ماندن در آمریکا رو نداشته، اومده بوده تجارت کنه. خیلی از مردم تازه بعد از این کنجکاو میشن که برن بیشتر در مورد جد آباد مهاجرشون بفهمن. برای بسیاری از نوه ها و نتیجه های میلیون ها نفری که در اون سالها خطر سفر و مشکلات زندگی در یک کشور تازه تأسیس رو به جان خریدن که بچه هاشون زندگی بهتری داشته باشن، اینجا هم ارزش نمادین داره. هم وقتی میفهمن پدر بزرگشون، مادر بزرگشون، جدشون پا به اینجا گذاشته، باش رابطه عاطفی برقرار میکنن، به خصوص که در چند صد متری مجسمه آزادی قرار داره که خب نماد مهاجرپذیری آمریکاست. و همینطور که مسئول موزه گفت، بسیاریشون کنجکاو میشن که بیشتر در مورد فامیلشون ببینن. به همین جهت من هم به سراغ تنها فرزند از 7 فرزند محمد صدهی که در غیر حیاته رفتم تا در مورد پدرش بپرسم. این حسن صدهی، این احمد صدهی، این هم اقدس صدهی که مادر بزرگ من، مادر بزرگ شما، این پدرم و این هم مادرم، این برادرم پرویز صدهی، این بهرام، این هم من، این هم من هستم، این هم که توی دامن مادرم هست مهینه. سه پدرم جزء تجار، یعنی پدر پدرم جزء تجار صده بود که در امر تنباکو کار میکردن، تجارت میکردن. و بعد از فوت پدرشون ها این سه تا برادر مشغول این کار شد که دو تاشون در، یکی در ترکیه، یکی هم در ایران موند و یکی هم که پدرم بود. با توجه به اینکه زبان انگلیسی رو به خوبی در ایران یاد گرفته بود و فرانسه‌ش هم خوب بود، تصمیم گرفتن که اون بره امریکا. البته در 6 ماه این مسافرت طول کشید که مدتش در انگلستان موند و بقیهش رفت به امریکا وارد شد. سال ورود به امریکاش 1298
خورشیدی بود که بعد از یک ماه که در نیویورک بود رفت به سان فرانسیسکو. علت رفتن به سان فرانسیسکو هم این بود که در اونجا تجارت رونق بیشتری داشت و در نیویورک کمتر رونق تنباکو. چه احساسی بهتون دست میده که مثلا پدرتون 100 سال پیش با آمریکا آمد؟ حالا من با توجه به اینکه خیلی جوان بودم که پدرم اومده به آمریکا، ولی همیشه بین دوستانم، بین همشاگردی‌های مدرسه احساس غرور می‌کردم. به دلیل اینکه کمتر خانواده‌ای بود که پدرش تونسته بود از ایران خارج بشه، حتی چه برسه به آمریکا بیاد. و این خب جزء غرور ما بود و با اون زندگی کردیم. بعد از اینکه اومد متاها، بعد از اینکه پدرم از ترکیه که کشتیش آتیش گرفت و تمام اموال سوخت و طوری که خیلی از نظر مالی اذیت شد، اومد در ایران، خب از صفر شروع کرد. داستان از عرش به فرش افتادن اصفهانی بلند پروازی که یک قرن پیش به آمریکا سفر کرد بی‌شباهت به قصه بسیاری از مهاجرانی که در طول تاریخ به این کشور آمدند نیست. کشوری که روی شانه های این مهاجران پر انگیزه ساخته شده و حالا در برابر پرسش های بنیادین در مورد رابطه اش با پدیده مهاجرت قرار دارد. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.